کامبوج کشوری در جنوب شرقی آسیا است که مکانهای دیدنی و پارتی‌های شبانه اون باعث شده سالانه گردشگران زیادی به این کشور سفر کنند. در این کشور دختراشون قبل از ازدواج باید با تمام مردها رابطه برقرار کنند. اگه میخوای بیشتر در مورد این موضوعات بدونی تا آخر ویدیو همراه من باش. کامبوج با نام رسمی پادشاهی کامبوج کشوری مستقل در جنوب شرق آسیا واقع در منطقه هند و چینه و با کشورهای تایلند، لاوس و ویتنام هم مرزه. این کشور با مساحت 181,035 کیلومتر مربع 90مین کشور پهناور جهان و با جمعیت بیش از 16,718,965 نفر 71مین کشور پر جمعیت جهانه. پایتخت اون پنومپنه. زبان رسمی اون خمره که خط ویژه خودش رو داره. دین 96% از مردم این کشور بودایی و واحد پول اون ریاله. 90% از مردم اون از تبار خمر، 5% ویتنامی تبار و بقیه از اقوام مختلفن. این کشور بعد از 100 سال استعمار فرانسویان در سال 1953 به استقلال رسید و نظام سیاسی اون پادشاهی مشروط است. مهاجرت شماری از ویتنامی ها به کامبوج، گسترش بیماری اید، فساد اداری و مین‌های بجامانده در زمین از مشکلات کنونی سیاسی و اجتماعی کامبوج به شمار میان. باید بدونیم با اینکه ارز اصلی کشور کامبوج ریال هست ولی دلار آمریکا کاربرد بیشتری داره. ولی اگه پول پرداخت شده از یک دلار کمتر باشه به ریال کامبوج پرداخت میشه. و این نکته هم در نظر بگیرین که کشور کامبوج یک کشور مبتنی بر پول نقده و در بسیاری از فروشنده ها و مغازه دارها کارت اعتباری قبول نمی کنند. بنابراین در صورت سفر به این کشور حتما پول نقد همراهتون باشه و این را هم بدونی که مردم کامبوج پول های کهنه و پاره هم به سختی قبول می کنند. بیش از 95% مردم کامبوج مراسم مذهبی را دنبال می کنند. راهبان با سرهای تاس و زنجیر رنگ زعفرانی هر روز صبح به خیابون ها میذارن و در مغازه ها و خانه ها توقف میکنن تا غذا، پول و سایر اقلام مورد نیازشون رو در ازای برکت خریداری کنن. جذابیت اصلی کامبوج به خاطر وجود معابد شگفت انگیزشه. اصلی ترین و خاص‌ترین معبدی که در کامبوج وجود داره معبد انگکور واته. در واقع این معبد به قدری اهمیت داره که میگن انگکور وات قلب و جان کامبوجه. با این حساب جای تعجبی نداره اگه بگیم که تصویری از ساختمان این معبد رو روی نقشه کامبوج هم درج کردن و همه مردم جهان کامبوج رو به خاطر این معبد میشناسن. جالب بدونین که این معبد در اوایل قرن 12 میلادی ساخته شده و بزرگترین مجموعه مذهبی جهان تلقی میشه. آثار تاریخی به جا مانده از این معبد به قدری وسیع هستند که محوطه‌ای به مساحت 2 کیلومتر مربع را اشغال کرده. مردم کامبوج علاقه زیادی به خوردن حشراتی مثل جیجیرگ، مورچه و حتی روتل دارند. البته این را هم بگم که مردم کامبوج غذاهای متنوع تری هم دارند و شما به عنوان توریست مجبور نیستین که مثل اونها حشره بخورین. یه رسم عجیب در کامبوج وجود داره که دختران نوجوان میتونن با مردان مختلف بخوابن تا اینکه یکی از اونها رو برای ازدواج انتخاب کنن. در کامبوج قبیله‌ای به نام قبیله کرونگ وجود داره که در سراسر کره زمین به داشتن کلبه‌های عشقی مشهوره. این کلبه‌ها رو خانواده دختر میسازن، چند مرد رو انتخاب میکنن تا با دخترشون رابطه جنسی داشته باشن. دختر جوان بعد از برقراری رابطه جنسی تصمیم میگیره که با کدوم یکی از اونها ازدواج کنه. این قبیله معتقدن که دختر باید با پسران متعددی همبستر بشه تا بتونه پسری رو که مطلوب بشه انتخاب کنه. و اگه دختر قبل از انتخاب یکی از پسران به عنوان شوهرش باردار بشه و مشخص هم نباشه که از کدوم پسر باردار شده، دختر باید از بین کسانی که با آنها همبستر شده یکی رو به عنوان شوهر و پدر بچه انتخاب کنه و اون پسر حق هیچ اعتراضی هم نداره.
و تازه خوشحالم میشه که با دختری که به او تمایل داشته قرار ازدواج کنه. حالا به هم بگین شما دوست دارین این مدلی ازدواج کنین یا نه؟ تأثیر زیاد فرهنگ آسیایی همراه با تأثیرات فرانسوی و آمریکایی، پایتخت کامبوج پنومپن رو یکی از جالب‌ترین پایتخت‌های آسیا کرده. جمعیت پنومپن 1.5 میلیون نفره و سال 1434 میلادی در کنار رود مکونگ بنا شده و یکی از زیباترین شهرهای ساخته شده توسط فرانسویان در هند و چین به شمار میاد و مروارید آسیا لقب گرفته. امروزه تعدادی از ساختمان‌های استعماری فرانسوی در بلوار اصلی شهر پابرجا هستند. در این شهر مکان‌های دیدنی بسیاری وجود داره. از جمله این مکان‌ها میشه به کاخ سلطنتی و زمین کشتار اشاره کرد. رستوران‌های کوچیک با غذاهای سنتی خمر و بازارهای محلی پرجنب و جوش از دیگر دیدنی‌های این شهر هستند. رودخانه مکونگ یکی از اصلی‌ترین جاذبه‌های گردشگری پنومپن که میتونین از کرفه‌های کنار رود نوشیدنی یا غذای محلی تهیه کنین و یا در یکی از جلسات ایروبیک که در فضای باز کنار رودخانه برگزار میشه شرکت کنین و یا قایق سواری کنین. از اونجایی که این شهر مهاجران بسیاری داره، بارها و کافه‌های زیادی در داخل و اطراف شهر پراکنده شدن. نوشیدنی‌ها و کوکتل‌های میوه‌ای در این بارها بین 1 تا 2 دلار قیمت داره. در صورتی که به نوشیدنی‌های تازه علاقه دارین، می‌تونین به یکی از باغ‌های آبجو برین و نوشیدنی تازه رو از مزرعه‌داران با قیمت خیلی پایین‌تر تهیه کنین. کلاب FCC یکی از معروف‌ترین کلاب‌های این شهره که در یک ساختمان تاریخی قرار داره و مناظر فوق‌العاده‌ای از رودخانه مکونگ را نشون میده. غذاهای این بار بسیار خوشمزه و البته گران هستن و یکی از جذابیت‌های این بار هم پخش موسیقی زنده است. کامبوج یکی از ساده‌ترین سیستم‌های آب و هوایی رو در آسیا داره و تنها 2 فصل خشک و بارانی داره که فصل خشک از مهر تا فروردین و بارانی از اواسط اردیبهشت تا مهره. اقتصاد کامبوج شدیداً به صنعت گردشگری و تولید لباس در اون وابسته است. صنعت کشاورزی هم با دربرداشتن 75% از نیروی کار این کشور در جایگاه مهم اقتصادی اون قرار گرفته. این کشور یکی از کشورهای نسبتاً ارزان قیمت جهان به حساب میاد. بنابراین هزینه زندگی هم ارزانه ولی از ایران گرانتره. برای سفر به کامبوج باید حتماً ویزا دریافت کنید و از اونجایی که کشور کامبوج در ایران سفارت نداره، بهتره که با تور به این کشور سفر کنید. خب اینم از کشور کامبوج. پیشنهاد میکنم کشور بلغارستان رو هم ببینید و اگه عضو کانال هم نشدین لطفا سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم بزنین تا از ویدئوهای بعدیمون با خبر بشین. مرسی.